درود بر شما هنردوستان گرامی، من زهره زند، راهنمای تور در موزه سینسیناتی آرت میوزیوم هستم و دوست دارم شما را با یکی از آثار هنری این موزه آشنا کنم. برای این برنامه کاری از هنرمند ایتالیایی به نام مارینو مارینی را که کاوالو همون معنی قصد میدهد را انتخاب کردم. ولی قبل از آن میخوام توضیح بدم که چرا کار ایشون را انتخاب کردم. ما در فرهنگ خود با اسب کاملا آشنا هستیم. نه تنها چون این حیوان نجیب، زیبا، وفادار، تندرو، قوی و در حمل و نقل و در ارتش به ما کمک کرده است، بلکه برای اینکه در داستانهای ما نقش بزرگی دارد. همگی ما با رخش اسب رستم آشنایی داریم. رخش یکی از مهمترین حیوانات ادبیات فارسی است. میدانیم که رستم پهلوانی قوی و بی همتا بود. او اسبی لازم می داشت تا وزن سنگین وی را همراه با وزن وسایل جنگیش چون گرز و کلاه خود را تحمل کند. هر اسبی قادر به تحمل وزن رستم نبود. زال پدر رستم دستور داد تا هرچه گله اسب در زابلستان و کابلستان بود جمع کرده تا رستم اسب خود را انتخاب کند. هر اسبی که رستم انتخاب می کرد کمر آن اسب تحمل فشار دست رستم را نداشت. تا اینکه رخش پیدایش شد. رخش یار و یاور رستم بود و در آخر هم همراه با رستم کشته شد. رخش چه سوار خود بی همتا بود. در ضمن نام رخش به خاطر رنگ او بود، چون رخش به معنی رنگ سرخ و سفید در هم آمیخته می باشد و به گفته ای به معنای رعد است. با داستان سیاوش و اسبش شبرنگ بهساد هم آشنا هستیم. سیاوش شاهزاده‌ای بود تحت آموزش رستم و از او مهارت‌های جنگی را فرا گرفت. اسب وی رنگش سیاه مثل شب بود و به این خاطر لقب شبرنگ را به او داده بودند. اوج داستان در آن است که سیاوش با شبرنگ بهساد از آتشی بزرگ رد می شود تا بیگناهی خود را ثابت کند. بگذارید قبل از آنکه در خصوص کاوالو صحبت کنم، داستان زیبای خسرو پرویز و اسب شبدیز را بیان کنم. رنگ شبدیز هم همانند شب بود و گویا سری ترین اسب دنیا. او اسب مورد علاقه پادشاه خسرو پرویز بود. پادشاه میخواست که توجه کامل برای حفظ این اسب داده شود و به این منظور اعلام کرده بود که هر که خبر مرگ شبدیز را بیاورد سرش را از تن جدا خواهد کرد. شبدیز بعد از سالها روزی می میرد و هیچ کس جرأت رساندن این خبر را به شاه نداشت. بار بعد موسیقیدان شاه از حاضر می شود که این مسئولیت را به عهده بگیرد. او آهنگی می سازد و نزد شاه می رود. شاه با شنیدن این آهنگ می گوید بار بعد این آهنگ آنقدر غمگین بود گویی شبدیز مرده. بار بعد رو به هزار می کند و می گوید گوش دهید، پادشاه خبر مرگ شبدیز را اعلام کردند. و حالا برگردیم به مارینو مارینی و اسبش کاوالو. مارینی هنر خود را بر اساس هنر فولکلور که همون هنر مردمی است و بر اساس تاریخ ایتالیا بنا کرده است. او نقاشی ها و مجسمه های خود را برای زینت و دکور درست نمی کرد. او میخواست هنرش دارای معنا باشد. در سال 1901 که وی به دنیا آمد و تا دوران جوانی وی اسب هنوز وسیله رفت آمد و حمل و نقل بود. اسب نمادی از قدرت، انرژی و طبیعت بود. مارینی این صفات را در تحسین میکرد و در کارهایش دیده میشوند. مارینی مجسمه‌های زیادی از اسب درست کرده است. این مجسمه که در سینسیناتی آرت موزیوم است را در حدود سال 1950 از برونز درست کرده. او در این موقع 49 سال داشت و تازه جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود. جنگ جهانی دوم از 1939 تا 45 ادامه داشت و دیدگاه مارینی را نسبت به دنیا و زندگی و سیاست کاملا دگرگون کرد. بگذاریم ببینیم که این مجسمه در این خصوص به ما چه پیامی می‌دهد. کاوالو به نظر اسبی لاغر که سوء تغذیه داشته می‌رسد.
شما دنده های این نریان که همون اسب نر می باشد را کاملا واضح می بینید. پاهای لاغر وی هم نشان آن است. به غیر از این، این اسب برای ما پیامی بیشتر دارد. اسبا در ضمن سر و گردن خود را برای حفظ تعادل استفاده می کنند. اینجا کاوالو گردن خود را به صورتی کشیده است که معمولا نشان از درد و یا حتی خفگی است. دهانش باز است و دوباره نشانی از درد و ناراحتی. اسبا دور دهانشان موهای تکی چون سیبیل و ریش دارند. این موها به اسب کمک می کند تا از اطراف خود با خصوص از جایی که دهان خود را به آن نزدیک می کنند اطلاع جمع کنند. کاوالو ریش و سیبیل ندارد. در میان پستانداران اسبها دارای چشمانی بزرگ هستند که در کنار صورتشون جای دارند. این بهشون کمک می کند تا حمله کنندگان را بهتر ببینند. چشمان کاوالو خیلی کوچک هستند. اسب گوشهای خود را برای شنیدن لازم دارد و آنها را هم برای برقراری ارتباط استفاده می کند. اسب با کمی چرخاندن گوشهایش به این و آن سو و به عقب و جلو بردن پیام می دهد. از گوشهای کاوالو چیزی باقی نیست. امتداد ستون فقرات اسب دم اسب را تشکیل می دهد. از این قسمت موهای بسیار بلندی آویزان هستند. این موها سه نقش دارند. کمک در گرم نگه داشتن اسب. دیگر اینکه حشراتی همچون مگس را با کمک این موها از خود به دور می کند. و دیگر آنکه با این موها پیام می رساند. اگر آنها پهن باشند، معنی آن ممکن این است باشد که ترس دارد و یا سردش است. اگر دم خود را کمی به بالا کشته باشد، نشانه اشتیاق او است. کاوالوی ما دمش مو ندارد. یال تنها مخصوص زیبایی نیست. یال گردن را از حشرات و دیگر حمله کنندگان حفظ می کند. یال‌های اسب‌های نر از مادیان زیباتر هستند، ولی آن برای جذب کردن مادیان نیست، بلکه وقتی که نریان دعوا دارند گردن هم را گاز می گیرند. یال گردن آنها را حفظ می کند. یال در هنگام باران سخت هم گردن را خشک و گرم نگه می دارد. اوائلی که انسان مشغول اهلی کردن اسب بود، موقع سواری برای آن که نیافتد یال اسب را در دست می گرفت. کاوالوی ما یال ندارد. برای کاوالو چه چیزی باقی مانده است؟ جنگ چه بلاها که نمی آورد. جنگ ها دلایل متفاوتی دارند، ولی یک چیز همیشه در آنها یکسان است: تفرق. ما در مقابل آنها. اگر در سینسیناتی هستید و یا در یکی از شهرهای نزدیک سینسیناتی، لطف کرده به دیدار کاوالو بیایید. او در طبقه دوم در گالری 229 منتظر دیدار شماست. و اگر هر جای دیگر دنیا اثری چون مجسمه یا نقاشی از مارینو مارینی دیدید، به یاد کاوالوی ما باشید. سپاس از توجه شما و به امید دیدار.